الشرط الثالث من شروط الصلاة التمييز. هل التمييز هو البلوغ؟ لا. شرط سوم از مجموعه شروط نماز شرط تمیز هست، به این معنا که فرد دارای قدرت تشخیص باشه. اما آیا این قدرت تشخیص همون شرط عقل هست که قبلا دربارش سخن گفته شد؟ نه. یخطئ کثیر ممن یترجم من اللغه العربیه الى اللغات الاخرى في هذا الشرط، يقول التمييز هو البلوغ، هذا خطا كبير. خیلی از کسانی که این شرط و این مسئله رو ترجمه میکنن از زبان عربی به سایر زبانها دچار اشتباه میشن و فکر میکنن که قدرت تشخیص همون شرط عقل هست، حالان که این گونه نیست و با هم تفاوت دارن. التمييز هو التفريق بين الاشياء، يعرف انه هذا ماء، هذا نار، تقول له قم يقوم، اجلس يجلس. نعم. قدرت تشخیص اینه که فرد بتونه بین دو چیز متفاوت تشخیص بده. مثلا وقتی که به او گفته میشه این آتش هست، تشخیص میده، میفهمه، و وقتی که بهش گفته میشه به ایست، میسته و تفاوت قائل میشه بین ایستادن و نشستن یا آتش و چیزی که غیر از آتش هست. فهل تصح صلاة الصغير، الولد الصغير او البنت الصغيرة؟ اینجاست که میگیم آیا نماز دختر خردسال و کوچک یا پسر خردسال و کوچک درست هست یا نیست، به بیان این مسئله میپردازیم. نعم، اذا كان يميز يفرق بين الاشياء فصلاته صحيحه، واذا كان لا يميز بين الاشياء فصلاته غير صحيحه. اینجاست که میگیم اگر قدرت تشخیص داشته باشه و اشیا رو تشخیص بده، بله نماز او نماز درست است. اما اگر قدرت تشخیص نداشته باشه، خیر، نماز او به هر حال چون این شرط وجود نداره درست نیست. فی الغالب ان ابن 7 سنین الذي اتم 7 سنین مميز. غالبا پسری که به 7 سالگی رسیده این قدرت تشخیص رو داره و اهل تشخیص و دارای قدرت تشخیص شمرده میشه. لكن يميز قبل هذا بكثير كثير من الصغار يميز قبل هذا السن. چه بسا بسیاری از بچه ها قبل از این سن و سال به قدرت تشخیص می‌رسند و قدرت تشخیص دارند و اشیا رو از هم تشخیص می‌دهند.